که اونجا تحویل گرفتیم میاد اینجا، اول میاد خاک گرد و خاک چیز رو میگیریم، بعد میاد اینو باکتری های اضافه که داره میگیریم، بعد میاد اینو میاد بر این مبنا چرد اینجا توی تپراتور چردی اینو استاندارد میگیریم، میگه شیر 3 درصده، شیر 1.5 درصده، شیر خود اوتوماتیک این درصد شیر بعد یه مقدار چربی میاد بیرون. بعضی وقتا میگیم برای پالایش ها ما شیر بدون چربی میخواییم، بعد کل چربی گرفته میشه. بعد ما اینجا چند جور شیر داریم، این چربی ها خامه میاد اینجا، پس یا از خامه 3 درصد میاد تو این دستگاه ها، این دستگاه ها با الان 4 تا داریم، دو تاش اینجا، دو تاش تو انباره که ما داریم این کره ها رو اینجا داریم تولید میکنیم، ماهی 1000 تن میتونیم کره تولید بکنیم الان. بعد از به پالایش را بیفته روزی 150 تن با کره میتونیم تولید کنیم. خط تتراپک برای شیرهای خاصه، اگه شیر خاص تولید نشده باشی میام شیر معمولی تولید میکنیم. شیر خاص یعنی چی؟ یعنی شیرهایی که تا حالا توی آسیا تولید نشده، شیرهایی که تا حالا توی خاورمیانه تولید نشده، در 36 نقطه دنیا تولید میشه اینا، یه نقطه هاش اینجا. الان به شما چربی رو اونجا نشون دادیم شد چی؟ کره. اومدیم پروتئینا رو خدمتون گفتیم، چیزی که میمونه آب شیر میمونه، قند شیر لاکتوزه میمونه، املاح شیر میمونه، ویتامین شیر میمونه. ما اومدیم اینا رو برای اولین بار در دنیا تبدیل به نوشابه کردیم، با قند کمتر، 50% کمتر، به علاوه چی؟ کلسیم داره، دو لیوانی اندازه یه لیوان شیره، مزهش هم مزه کوکاست. اصلا پالایش شیر از پالایش نخ بیشتره، یعنی اینقدر از اجزاش ما میتونیم استفاده کنیم، محصولات مختلفی رو با تولید کنیم. پرخون قوطی نوشابه، این خط قوطی حدود 100 هزار قوطی 250cc در ساعته. این حالا با خط قوطی، خود قوطی سازیش رو هم ما باید وارد کنیم که این خودش حدود 100 میلیون یورو هزینه داره. خط قوطی سازی شامل ماشینالات، ساختمون، زمین، تأسیسات، 50% قیمت ماشینه، 50% هزینه های دیگه شه. الان تو منطقه های هایجن هستیم، منطقه ای که درای پروسس یا میکس خوش قرار هستش انجام بشه. از این طرف مواد اولیه خواهد آمد توی اسکیل های مختلف و از پروسسوری که شما دارید می‌بینید منتقل میشه به سیلویی که رسیور سیلو هستش، از اونجا به صورت فول اتوماتیک دیسشارج میشه داخل میکسر و بعد از اینکه عملیات میکسینگ انجام شد فرستاده میشه توی قسمت‌های مختلف، تابلوهای مختلف که شما دارید می‌بینید و باز از یه سری پرونشن تولز رد میشه و به صورت گراویتی دیسشارج میشه طبقه پایین که دستگاه‌های فیلرمون هستش. با تجهیزات و ماشینالاتی که اینجا داریم استفاده می‌کنیم، این ماشینالاتی هستش که از کشورهای مثل سوئیس، آلمان، ایتالیا، نیوزلند و انگلستان وارد ایران کردیم و از نظر تکنولوژی شاید به جرات بگم توی خاورمیانه یکی از های تک ترین پلنت هایی هستش که توی این زمینه از تولید محصولات ما توی اینجا دایر کردیم. همینطوری که یه روزی اومدیم گفتیم آقا شما لبنیات وارد نکنین، ما مالن و جانن تعهد میدیم که خودکفا میتونیم بشویم و امروز جز صادر کنندگان لبنی هستیم در منطقه، این قول رو میتونم بدم که ما روز به روز توسعه صنعتی یعنی دانش تولیدی ما به جایی رسیده که هم که در ساخت ماشین با تحریمی که وجود داره به علاوه تجزیه شیر و اینا رو ما داریم به یه چیزای جدیدی میرسیم. با 3 لیتر شیر شروع کردیم 30 سال پیش، میخواییم برسیم به 8 میلیون لیتر شیر. حالا چگونه دوستان توضیح میدن.
این پروژه رو چون یه پروژه مگا پروژه هست، اولین بار در قاره آسیا هست، این پروژه حدود 520 میلیون یورو ارزی در اون زمان خودش که سال 96 ما اینو شروع کردیم بنا بود 6000 میلیارد تومان این هزینه بشه، ولی امروز حدود 6000 میلیارد هزینه کردیم، رسیدیم به 50%. چون وقتی ارز ما رو ندن یا به هر دلیلی یا پروژه عقب بیفته، چون به خاطر که افزایش قیمت دلار هم قیمت ماشین رفت بالا هم قیمت ساخت و ساز در ایران رفت بالا. من عقیده دارم تنها راه پایین آوردن ارزش دلار در ایران و بالا رفتن ارزش ریال تولید و صادرات. اینو امروز نمیگم، اینو 40 سال دارم میگم. ما شرکتی هستیم اعتقاد به مالیات دادن دارم، اعتقاد دارم، پس یه دفتره هستم SAP نصب کردم. این SAP باشه کلیه دفاتر ما، چه در ایران، چه در دبی، چه در عراق، چه در روسیه، چه در چین، همه اینا شفافه. جزء شرکت‌هایی هستیم که همه چی شفاف هستیم. امروز به اینجا رسیدم، به بانک‌ها اعلام کردم بر اساس وضعیت SAP که ما نصب کردیم بیان شما هم به SAP ما وصل بشین، کلیه کارهای بانکی رو دقیقا نگاه کنین، به مسائل و مشکلات ما از بانکی ما کمک کنین و ما خیلی چیزها روشن و شفاف همه چی ما رو ببینیم. و من اعتقاد دارم که در ایران باید فقط یک راه داره، تک نرخی ارز، سرمایه گذاری بزرگان، حمایت شما خبرنگار عزیز از سرمایه گذارا و هر خبری که میدین، تنها خواهشم اینه واقعیت ها رو بنویسید. ما امروز یه مملکت مصرف کننده هستیم، نقد فروختیم، جنس آوردیم، ملت ما خوردن. ما میگیم نه، ما میتونیم این دانششو داریم با تحصیل کرده های مثل شما و امثال شما ها، میتونیم پتانسیلی که در این مملکت وجود داره هر نوع کالایی رو که شما بخواهید ما میتونیم چی؟ در این مملکت تولید کنیم و صادر کنیم. خانم رشیدپور از ایسنا در خدمتتون. خانم رشیدپور در خدمت. نه واضح صحبت کنی من بهتون بگم. نه دونه دونه واضح بینه. اگه نه جدا جدا دونه دونه سوال کنی، من جدا جدا با کمال میل جواب. ما تعویق نداریم دختر من. ببینیم ما شیر رو 60 روزه میخریم، قرارداد داریم 60 روزه میخریم. اگر هم دیر بشه داریم بهره بانکی چه بهشون میدیم، اگه زودتر هم بهشون پول بدیم بهره بانکی کم میکنیم ازشون. پس در نتیجه چی؟ ما طبق قرارداد کار میکنیم. بعضی اینا موقع علوفه خریدن میشه از ما پول زودتر میخوان، خب بهشون نداریم که بدیم. ما هم به حساب کتاب داریم، روی یه برنامه داریم کار میکنیم. این پس راجع پرداخت به دامداران. ما قیمت شیر رو امروز داریم بر مبنای هر چی دولت به ما دستور بده 6400 تومان که امروز به ما دستور داده داریم میخریم، پایه است این. پس ما میام 6400 رو به عنوان مثال تقسیم بر 6.2 میکنیم، میگیم این شیر 3.2 چربی داره، 3% پروتئین داره، 6400 رو تقسیم بر 6.2 میکنیم، یه عددی به دست میاد. میگیم بر مبنای این عدد چربیش هر مقدار باشه بهش پول میدیم، پروتئینش هر مقدار باشه ببینید، ما شیر و امروز بالای 7000 تومان برای من تمام میشه. ولی من به دامدار بر مبنای قیمت که دولت معلوم کرده بر مبنای چربی و پروتئین میخرم، آب نمیخرم. ما حدود 1000 دامدار از 22 استان داریم کار میکنیم. برای اینا هم دام پرور گذاشتم هم دام پزشک، هزینهاشو خودمون میدیم. به علاوه این که امروز خوراک دامی که وارد میشه، این خوراک دام با عرض 4200 داره وارد میشه. خانم رشیدپور 35% اینو از گاو دفع میشه،
ما رفتیم متخصصین خارجی آوردیم، کارخونه خوراک دام دارم میزنم در استان البرز، من بتونم این 35% رو به صفر نزدیک کنم. ببین دامدار باید وجود داشته باشه تا من باشم. اولین کسی که حرف وزیر جهاد قبول کرد گوه آقا شیر باید باشه شیر 400 شخص سلیمانی بوده، حمایت کامل دارم. شیر ممکن به هر دلیل فردا عرض 4200 به هر دلیلی کم بشه زیاد بشه، در نتیجه ممکنه شیر گرونتر بشه، ماست هم گرون بشه، پنیر میشه مثل نون سنگک به بقیه چیزه که گرون شده. ما باید با همراه دولت مردان و رهبرمون مملکتمون رو بسازیم. اصلا هم چیزی ببینین یا کنین تو صحبت ها خیلی ممکنه توی جلسی به من به یه وزیر بگیم اگه به این وام ندی من چی؟ اگر این وام به من ندی مثلا من 500 کارگر بیرون میکنم. ما هیچ کارگری تا حالا بیرون نکردیم. اعتقاد من، عشق من، تنها عشق من اینه که یک روزی 17,000 کارگر برسه به 100,000 نفر. امروز 17,000 تا داریم، پس خیلی مونده. 2,000 تا همکار خارج از ایران دارم، 17,000 تا داخل ایران دارم. با امید خدا ایشالا بتونیم بشه به 100,000 تا. اینا چیزهایی هست که این عرضی رو به هر دلیلی بله به من دادن، به این عرض تحت یه شرایطی توسط صرافی، این با یه عدد، این همه هم میدونن، هم رئیس جمهور میدونه، امنیت ملی میدونه، وزارت اطلاعات میدونه، وزرای محترم میدونن، همه هم در جریان کار هستن و این تحت یه شرایطی که کارهایی در انجام میشه و اینو من اجازه ندارم صحبتی بکنم الان تا اینکه این مسئلهش روشن شه. به این مسئله چون سیاسی هست من حق صحبت ندارم.